من لینک یوتیوب رو پیدا نمی کنم. خب با درود مجدد خدمت بینندگان خوب و عزیز و نازنین در هر کجای جهان که هستید، ما یه ماهی آشفتگی خواهیم داشت به خاطر اولا هم سفر من، هم این که این اسباب کشی که داره انجام میشه. بچه ها واقعا آقای رامین خیلی همه دارن زحمت میکشن و دارن یک کاری میکنن که در اسرع وقت ما در استودیو جدید مستقر بشیم، ولی این مستلزم خیلی زحمات زیادیه. واقعا من یادم که میفته بدنم درد میگیره که چگونه یه استودیویی عمل میاد میشه و عمل میاد و باید درستش کرد. خب در این بخش برنامه امیدوارم اتاق فرمان آماده باشه. بله جناب آقای دکتر صادق زیبا کلام. آقای دکتر زیبا کلام درود بر شما. آقا خیلی صورتتون تاریکه. یک خبر از این دور نبود. بله. آقای آرش شما قبلی چیز بین اینجا. خب. تهران آدم وقتی اسم میکنه داره با تهران صحبت میکنه ببینید چ الان نه یه 10 دقیقه بعد. بله عرضم به حضورتون که توضیح بدم بینندگان عزیز، در فکر میکنم که بله دهم دوازدهم بهمن کتاب شاه نکشت یا شاه کشتار نکرد متعلق به آقای دکتر زیبا کلام از انتشارات مشترک شرکت کتاب و کانال یک منتشر خواهد شد. یه دی لیست تهیه کردن نوشتن، دوستان دیگری که این کار رو نکردن هر چه زودتر میتونن این کار رو انجام بدن، تلفن کنن به دفتر تلویزیون و اسمشون رو ثبت کنن در لیست انتظار. بعد از آره دیگه الان که دی دیگه ماه آینده. بله آقای دکتر زیبا کلام در خدمتتونم. بچه‌ها میگین بهتر شد. بله عرض سلام خدمت همه هممیهنان عزیزم و سلام و ادب خدمت حضرت عالی جناب آقای شهرام و همایون عزیز و همکارانتون. بله خیلی متشکرم آقای دکتر زیبا کلام عزیز. آقای دکتر واقعا با این گرونی چیکار میکنین؟ این گزارش هایی که از گرونی میرسه از ایران، شما که گفتین باهاتون تاثیر نداره میدونم، ولی خب مثلا اطرافیان، دوستان، آشنایان، همکاران دانشگاه چی میگن مردم از این گرونی؟ این الان این عرض 4200 تومان هم بخواد حذف بشه، مالیات هم 9% اضافه بشه، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ والا ببینید یه مقدار زیادی دولت جدید زندانی متاسفانه تبلیغاتی بودن که علیه روحانی میکردن، علیه سیاستهاش، علیه مذاکراتش، علیه برجامش و غسل هازا. حالا الان نمیدونم، الان تا حدود زیادی گرفتار همین مسئله شدن. ببینید این عرض 4200 تومن، من قبول دارم حالا یه مقداری حالا کم و زیاد میشد، لفتی لیست میشد، یه مقداری دوزی گرگی صورت میگیره، ولی اصلش به این معنا بودش که برنج، روغن، نهادهای دامی، یعنی چیزهایی که برای مرغداری ها و اینا استفاده میشه، دامداری ها استفاده میشه، دارو، عرض کنم حضور و با سعادتتون، اینا همه با عرض 4200 تومن وارد میشد. یعنی مثلا من صادق زیبا کلام اگه میخواستم برنج وارد کنم یا روغن وارد کنم یا برای مرغداری نهادهای دامی وارد بکنم و اینا، دولت
ارز 4200 تومن با من حساب میکرد. حالا ممکن بود من یه مقدار این وسط لفت و لیس بکنم، کم و زیاد بکنم، نمیدونم اینها، ولی چقدرش مثلا اینجوری میشد، 5%، 10%. و خب الان اینو برداشتن، یعنی برنج با قیمتی که در عرصه بین المللی هست، روغن، نهاده های دامی، منتها مشکل اساسی این هستش که با چه دلاری، با دلار که 4200 تومن میخریدیم یا با دلار مثلا 27000 تومن، 28000 تومن، 25000 تومن. خب طبیعی هستش که فرق نمی کنه. آقای دکتر اگر قرار باشه برنج به قیمت بین المللی در تهران عرضه بشه، قیمت بشه 240000 تومان کیلویی. ببینید عرض من این هستش که از بس انتقاد کردن، از بس ایراد گرفتن به دلار 4200 تومان، الان نمیتونم بیام بگن که مثلا این دلار 4200 تومان حالا خیلی هم سیاست بدی نبوده، حالا باید یه مقداری بهتر اجرا بشه. نمیشه که الان بیان اینو بگن. از بس گفتن که تو برجام عقب نشینی کردن، امتیاز دادن، مصالح و منافع کشور در نظر نگرفتن، نمیدونم برجامو نخوندن، سواد نداشتن. الان نمیشه که مثلا بیان بگن که ما همون مقابله نامه، همون چیزایی که تو خرداد ماه صورت گرفته بود، بعد از 5 دور 6 دور مذاکره که آقای عراقچی اینو انجام داده بودن، نمیشه که بیان بگن که حالا اون خیلی هم بد نبوده. حالا هرچی ما گفتیم نگفتیم، ولی بدبختا اونا هم خیلی خیلی به انحراف نرفته بودن، لذا مجبورم بیان بگن که آقا ما مثلا یه حرکت جدید رو شروع کردیم، ما یه طرح جدیدی رو تو وین آوردیم، ما یه چیزهای دیگه ای داریم میگیم، ما میگیم مثلا تحریم ها باید اینجوری برداشته بشه، نمیدونم اینها. اینی که یه مقداری بدبختانه اسیر و زندانی تبلیغاتی هستش که تو این چند سال کردن، از جمله در مورد همین داستان ارز 4200 تومان. و شما کاملا درست میگی، نه شما، خیلی ها دارم میگن که وقتی با ارز 4200 تومن اینا وارد نشه، بخواد با ارز چه میدونم 20 و چند تومن، حتی 30 تومن وارد بشه، دیگه خب میتونیم حساب کنیم که برنج کیلو چند میشه، روغن کیلو چند میشه، دارو همین الان داره مشکلات به وجود آمده در رابطه با دارو. چون میدونید که آقای همایون عزیز، میدونید که ببینید دارو به اصطلاح به صورت کلی مواد اولیش وارد میشه، حالا تو شرکت های داروسازی که در ایران هستن اینا هم بسته بندی میشه. اینجوری نیستش که ما داروها رو همه رو خودمون مثلا داریم در ایران تولید میکنیم، خیلی از داروها رو ما حالا مواد اولیه‌اش رو وارد میکنیم، اینجا عرض کردم ترکیب میکنیم یا چه میدونم بسته بندی میکنیم اینها. خب الان با توجه به این که میدونید یه مشکلی که الان هم به وجود اومده این هستش که چون آدما فهمیدن، افراد فهمیدن که دیگه از دلار 4200 تومان خبری نیست، خب شما که مواد اولیه مثلا فرض کنید قرص آسپرین رو، شما که مواد اولیه فلان دارو رو با ارز 4200 تومان اووردی یا خریدی یا تهیه کردی، میدونی که دیگه ارز 4200 تومان نیست، بنابراین اون داروه رو، حالا انسولین یا هر چیز دیگری هستش، نمیای بفروشی به اصطلاح با قیمتی که قبلا بوده. یه مقداری الان کم بوده دارو که خیلی جدی داره میشه، دقیقا به خاطر اینه. حالا الان دارو، بعد برنج میشه، بعد روغن میشه، بعد نمیدونم چیزای دیگر خواهد شد، یعنی مواد مصرفی. بله آقای آرش، ارتباط ما وصل شد؟
خب من پخش کنم از اینجا. بله شما اونجا پخش کنم. خب من سلام عرض میکنم خدمت دوستانمون در کلاب هاوس، کلاب نان، کارگر نان آزادی. در خدمت جناب آقای دکتر صادق زیبا کلام هستیم در استودیوی شبکه جهانی کانال یک، ضمناً متصل هستیم به کلاب کارگر نان آزادی با مدیریت آقای رؤوف، خانم شکوفه، آقای فرهنگ، آقای وظیفه شناس عزیز، با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر فروزنده، آقای پومنی، آقای چاوشی، جناب آقای مطهرنیا، جناب آقای خادم و عزیزان دیگه. جناب آقای دکتر زیبا کلام، میخواین یه سلام علیک بکنیم به دوستانمون؟ دستگاه هزار نفرم توی کلاب هاوس هستن، یه سلام علیک بکنیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت. اسمش گفتین چیه؟ کلاب کلاب کارگر نان آزادی. کارگر نان و آزادی. به همتون عرض سلام و ادب دارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. بله خب اون لبخند شما جالب بود، چون کارگرا همیشه هیچ وقت نه نان داشتن نه آزادی، این دو تاریش کدوم نداشتن. خب آقای دکتر زیبا کلام، این کلاب، این اتاقی که درست شده دقیقاً در رابطه با یکی از فرمایشات شماست که همیشه راجع به شعارهای اول انقلاب صحبت میکردی، اصلا شعار انقلاب یعنی چیزی که بابتش انقلاب شد، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. حالا ما همین کلمه اول استقلال، این اتاق تشکیل شده است مبنی بر اینکه آیا واقعا این قراردادهایی که با روسیه ما می‌بندیم، با چین می‌بندیم، چقدر ناقض استقلاله و اساسا ما میتونیم ادعا کنیم کشور مستقلی هستیم و چقدر پابند بودیم به اون شعارهای اولیه انقلاب. در خدمتتونیم، صداتون پخش میشه در یوتیوب، دو تا شبکه ماهواره‌ای و کلاب هاوس. بفرمایید. ببینید این شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، گفتش که اول قرار نبود بسوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. اگر دقت بکنید بعد از انقلاب روی اون اولیش که استقلال هستش خیلی زیاد تاکید شده است، می شود که بله مردم استقلال میخواستن، ملت استقلال میخواستن، رژیم شاه وابسته بود به قدرت‌های بیگانه، اصلا تصمیمات در لندن و واشنگتن اتخاذ میشد، چون اصلا اراده‌ای از خودش نداشت، باید سفرهای آمریکا و انگلستان رقم میزدن سرنوشت محمد رضا شاه پهلوی رو اینها، و مردم هم چون رژیم شاه وابسته بود، مردم هم استقلال رو یکی از شعارهای اصلی قرار دادن. بعد اون وقت نکته خیلی جالب این هستش که حالا من برمیگردم به اینکه این استقلاله و این نگاهه به رژیم محمد رضا شاه پهلوی که وابسته بود و آب اگه میخواست بخوره باید با آمریکایی‌ها سلام مشورت میکرد، نمیدونم اینها چقدر این واقعیت داشت، من به این الان برمیگردونم. اما نکته جالب میدونید چی آقای همایون؟ نکته جالب اینه که اون دومیش آزادی اصلا دیگه در خودش صحبت نمیشه، یعنی یه بار نمیگن که آقا جون خیلی خب بعد حالا به حمدالله به استقلال رسیدیم، الان دیگه هر کاری میکنیم، هر تصمیمی که میگیریم، آمریکا و انگلیس و روس و پروس و اینا برامون این تصمیمو نمیگیرن، خودمون داریم این تصمیمو میگیریم. ولی اون آزادیش یک بار هم در موردش صحبت نمیشه که آقا جون شعار بعدی، لغت بعدی آزادی بود، اون آزادیه چی شد؟ جمهوری اسلامی هم که همینی هستش که الان داریم میبینیم. خب آیا واقعا مراد از جمهوری اسلامی همین بود، همینی که الان هست؟ الان که ما در دیماه 1400 هستیم همین بوده؟ قرار بودش که این همه راهپیمایی، این همه تظاهرات، این همه نمیدونم یا برای این چیزی بودش که الان دیماه 1400 داریم؟ اما در خصوص اون اولیش، اصل استقلال، آقای همایون
یکی از چیزهایی که در این کتاب شاه کشتار نکرد مطرح شده، البته من نمیخوام بگم که هر چی گفتم 100% در این کتاب شاه کشتار نکرد، هر چی مطرح کردم مولا ورزش نمیره درسته اصلا و ابدا، منتها نظر صادق زیبا کلام نیست. یعنی اگه گفتم که درب بسته شد پنجره باز شد، این نظر من نبوده، به اعتقاد خودم نگفتم، گفتم دلیل این که میگویم در بسته شد و پنجره باز شد اینه. ببینید، یه وقت هستش که روایتگر، مورخ، کسی که داره میگه نظر خودشو میگه، یه وقت هستش به استناد یه سری فکت ها به اصطلاح میگه. آقای همایون، این کتاب داره نشون میده که اتفاقا محمد رضا شاه پهلوی مقدار خیلی زیادی مستقل عمل میکرده. این کتاب داره نشون میده که 37 سال محمد رضا شاه پهلوی حکومت کرده، سلطنتش از سوم شهریور 1320 بوده تا حالا 20 چندم دی، 26 دی که از ایران میره، میشه یه چیزی حدود 37 سال. درسته در این 37 سال شما نمیتونید یه خط مستقیم ترسیم بکنید و بگید که در تمام این 37 سال رابطه شاه با آمریکا و انگلستان، من این دوتا رو به عنوان مشخص میگم، رابطه شاه با آمریکا و انگلستان اینجوری بوده، نه، تو 7-8 سال اولش اینجوری بوده، بعد از کودتای 28 مرداد به شکل دیگری میشه، درآمدهای شاه که خیلی زیاد میشه از اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 یه شکل دیگری پیدا میکنه. اما ببینید، نکته خیلی جالب این هستش که ما هر قد که به انتهای این 37 سال داریم نزدیک میشیم، چون قدرت شاه بیشتر میشه، قدرت اقتصادیش بیشتر میشه، نمیدونم به ثباتش بیشتر میشه، ارتشش نیرومندتر میشه، قوای مسلحش مقتدرتر میشن، تشکیلات اطلاعاتی و امنیتیش تسلط بیشتری پیدا میکنن، به همان میزان وابستگی و کرنش کردن شاه در برابر آمریکا و انگلستان کمتر و کمتر میشه. سالیوان در خاطرات خودش میگه، چون میدونید شما سالیوان نیمه دوم 55 میاد ایران، تو خاطرات خودش میگه که یکی از اولین چیزهایی که وقتی اعضای سفارت جلسه باشون گذاشتم آمدم سفیر آمریکا در ایران شدم، میگه یکی از نخستین چیزهایی که ازشون پرسیدم این بودش که خب شما تماستون با اپوزیسیون شاه چی هستش؟ اون قسمتی که از افسر اطلاعاتی و امنیتی و چه میدونم آتاشه سیاسی از اینا میپرسه، میگه که تماسای شما چجوریه با مخالفین، با اپوزیسیون شاه؟ آقای همایون، باور نمی کنید که چی جواب میدن. مگه بگیم دروغ گفتن؟ به سالیوان میگویند که ما هیچ ارتباطی با اپوزیسیون رژیم شاه نداریم و هیچ علم و اطلاعی در موردشون نداریم. سالیوان میگه چطور؟ میگم واسه اینکه اعلیحضرت به شدت حساسیت دارن نسبت به اینکه ما با اپوزیسیون رژیم شاه تماس داشته باشیم. بنابراین ما الان مدت هاست، ما سال هاست که هیچ ارتباطی، هیچ تماسی با اپوزیسیون شاه نداریم. ببینید، واقعیت این هستش که شاه خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم، به سال 57 فکر میکردیم، مستقل بوده. اینجوری نبوده که اگه آب بخواسته بخوره آمریکایی‌ها باید موافقت میکردن، انگلیسی‌ها بهشون گفتن محمد رضا اجازه داری آب بخوری اینها. بنابراین اینکه ما بگیم که استقلال، خیلی هم درست نبوده. محمد رضا شاه پهلوی اتفاقا خیلی مستقل تر شده بوده، خیلی به استقلال رسیده بوده در مقابل آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. خیلی تصمیمات بوده، خیلی کارا بوده که لزوما آمریکایی‌ها موافق نبودن ولی انجام میداده، از جمله ذوب‌آهنی که
اون ذوب‌آهن عظیمی که در اصفهان الان هستش، حالا به اسم ذوب‌آهن آریامهر بود، الان نمیدونم اسمش چی هستش، ذوب‌آهن جمهوری اسلامی. ببینید آمریکایی‌ها خیلی خیلی استقبال نمی‌کردن از اینکه شاه بیاد و با اتحاد شوروی نزدیک بشه، حتی یه مقداری مثلا تسلیحات میخره. کم نبوده سیاست هایی که واشنگتن اتفاقا خیلی خوشحال نبوده از این سیاست ها، و وقتی که به اعلیحضرت گفته میشده که واشنگتن ممکنه مثلا خیلی خوشش نیاد، نمیدید شاه میگفته حالا واشنگتن خوشش نیاد، لندن خوشش نیاد. بنابراین باید یه درجه از استقلال اتفاقا برای شاه قائل بشیم. به همان میزان من فکر میکنم که به خاطر سیاست خارجی جمهوری اسلامی که خلاصه شده توی ضدیت با غرب، دشمنی با آمریکا و با اروپا، خب ما که کشور نیرومندی نیستیم که بگیم که خب حالا ما میایم با غرب دشمنی میکنیم، با آمریکا دشمنی میکنیم، با کشورهای عربی دشمنی میکنیم، با اسرائیل دشمنی میکنیم، و چون قوی و قدرتمند هستیم هیچ کسی نمیتونه به ما بگه بالا چشت ابروه. چون انقدر قدرتمند نیستیم مجبوریم چه بکنیم؟ مجبوریم چون همه تخم مرغامون رو گذاشتیم توی سبد روسیه و چین، مجبور هستیم یه مقداری در مقابل روسیه و چین کوتاه بیایم. برامون مهم هستش که حتی تو مذاکرات هسته‌ای که داریم تو وین میکنیم، برامون خیلی مهم هستش که موضع‌گیری چینیا چجوریه، موضع‌گیری روس‌ها چجوریه، چقدر با ما. اگه ما خیلی جدی بخوایم بایستیم و بگیم نه ما میخوایم غنی‌سازی رو تا به آخرش بریم و و و و، روسا تا کجا با همون میان؟ چینیا تا کجا با همون میان؟ و اینا خیلی خیلی برامون اهمیت داره دیگه. مثلا در ساده ترین شکلش، شما کوچکترین اعتراضی از جمهوری اسلامی ایران نشنیدی در قبال ظلم و جور وحشتناکی که به مسلمانان سینکیان داره میشه. اصلا انگار نه انگار، اگه یه سیاه‌پوست، اگه یه سفیدپوست پاش بگیره به یه قلوه سنگ بخوره تو واشنگتن زمین، بیا ببین 23 چی کار میکنه، بیا ببین اینا. ولی این همه مصیبت علیه مسلمانان چین حکومت چین داره وارد میکنه، دریغ از این که یک بار مسئولین جمهوری اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی بگن که کاش یه مقداری بهتر با مسلمانان چینی رفتار بشه. حتی در این حد هم جرأت و جسارت نمی کنن. بعد اون وقت میگن ما مثلا ام القرای جهان اسلام هستیم، نمیدونم خار اگر تو پای یه مسلمانی بره ما شب خوابمون نمیبره. اینا وقت اینجوری دارن سرکوب میکنن و مسلمانان چینی رو. اینی که اینا همه یه واقعیت هایی هستش دیگه. وقتی ما خودمون انداختیم در یک تنگنایی که به واسطه دشمنی با آمریکا و غرب مجبور شدیم همه تخم مرغامون رو بذاریم تو سبد روسیه و چین، اونا هم استفاده میکنن، اونا هم بهره برداری میکنن. منم اگه جای چینیا بودم بهره برداری میکردم، منم اگه جای روسا بودم بهره برداری میکردم. الان چینیا کلی موشک میانبرد بالستیک دادم به عربستان. الان خبرش چیز شده که همین این هفته که گذشت خبرش در اومده که چینیا دارن موشک سازی ایجاد میکنن در عربستان. یعنی فقط اینجوری نیستش که مثلا 500 تا موشک بهشون بفروشن، اینا نه، اصلا داره عربستان تبدیل به سازنده موشکای دوربرد میشه به لطف چینیا. خب جمهوری اسلامی ایران چیکار کنه؟ بگه که آقا این عربستان نوکر آمریکاست، این عربستان اینجوریه، آخه چرا شما رفتین اونجا؟ اصلا نمیگن، مت جرأت نمیکنن بگن بالای چش چین ابرو یا بالای چش روسیه ابرو هستش.
همونقدر که چینیا همونقدر که چینیا روابط اقتصادی بسیار گسترده ای هم با سعودیا دارن هم با اماراتیا دارن، کشورهای حوزه خلیج فارس دارن، با اسرائیل هم تا حدود زیادی دارن. این همین داستان اون وقت روسیه با اسرائیل داره. باز این هم از اون چیزایی هستش که ما جرئت نمی کنیم بگیم که آخه شما روس ها مثلا چرا انقدر صمیمی هستید با اسرائیل و قصه الاخازا. اینی که به نظر من یه خورده این استقلاله رو بایستی واقع بینانه تر بهش نگاه کرد. بله، خب عرضم به حضورتون که اولا خانم دکتر فریما میگوید درود به همگی. آی دکتر، با استقلال خودمان کشور را به دست از طریق نظام تقدیم دیگر کشورها کردیم. آی دکتر یه سوال میکنم به شرط که جوابش فقط یک کلمه باشه، بله یا خیر، و اون این است که آیا ایران کشور مستقلی است؟ بله بله، ایران کشور مستقلیه. من اصلا این تئوری رو از ترس دارید میگید یا واقعیت دارید میگید؟ حالا شما گفتید یه جمله ولی اینجوری نه آقای دکتر، از ترس دارید میگید یا واقعیت دارید میگید؟ نه واقعیت دارم میگم. اگه وسط تو ناف نیویورک هم تو چیس منهتن هم بخی من باور نمی کنم ولی شما بگید گفتگو میکردم همینه میگفتم. نه اصلا من این تئوری های کوتاه قبول ندارم که برخی از اینا عامل روسیه هستن و نمیدونم. آخه آقای دکتر این چه استقلالیه که ما S300 از شوروی میخریم 800 میلیون دلار پولشو میدیم، 15 سال که نمیدن، بعدم که میدن یه چیز قلابی میدن، صدامون هم در نمیاد، نفس هم نمیتونیم بکشیم. این چه استقلالیه که روسا میان تو پایگاه نظامی ما سوختگیری میکنن؟ شما از من پرسیدید، شما ببینید یه وقت شما میگید که مسئولین جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی من. اینا وابسته هستن به روسیه، اصلا روس ها اینا رو آوردن سر کار. یه وقت شما اینی میگید، یه وقت هستش که شما میگید به دلیل سیاست های نابخردانه و غلط و ایدئولوژیک زده رهبران جمهوری اسلامی ایران ما اومدیم، من که خودم دارم میگم ما اومدیم شدیم در حقیقت هیچ قدرت مانوری در برابر روسیه و چین نداریم. ببینید این که شما در نتیجه سیاست های غلط هیچ قدرت مانوری در برابر روسیه و چین ندارید، این یه مسئله است. ولی این که ما بیان بگیم آقا مسئولین و رهبران جمهوری اسلامی رو روس ها 40 سال پیش 50 سال پیش سازماندهی کردن و اومدن در ایران سر کار گذاشتن، اینا این یه مسئله دیگری هستش. میدونی این دومی رو من با تمام وجود میگم خیر، اصلا به جز یه توریه توتیه و یه فرضیه دایجان ناپلونی هیچ چیزه. این همونقدر اعتبار داره که جمهوری اسلامی ایران میگه که 11 سپتامبر کار صهیونیستا بوده، کار خود آمریکایی‌ها بوده، میدونم القاعده رو آمریکایی‌ها درست کردن. خب حالا آقای دکتر من راجع به این نمیخوام بحث کنم، ولی آمریکایی‌ها درست کردن، ولی حاضرید آقای دکتر راجع به این موضوع مناظره بکنید؟ نقش شوروی در به روی کار آمدن جمهوری اسلامی مناظره اشکالی نداره، حرفی نیست. بسیار ترتیبش رو خواهیم داد. خب آقای دکتر زیبا کلام عزیز، به نظر نمیرسه که در وین توافقی صورت بگیره. امروز گفتن تمام اون چی که صحبت کردیم مقدمات رو بذاریم کنار، از صفر شروع کنیم، و بعدم ایران گفت آقا این ضرب الاجلی که تنگ کردن بی خود بی ربطه، ما حرف خودمون رو میزنیم. آیا توافقی انجام میشه به نظر شما؟ یا شده من همچنان معتقدم که توافق انجام خواهد شد اگر شرط بندی در جمهوری اسلامی ایران حلال بود، آزاد بود. میگیم رو اسب، این شرط بندی میگیم اسب، مثلا اسب سیاه، مثلا چیزی رو اسب اشکال نداره. من قطعا روی این شرط میبستم که توافق ولو یک توافق محدود صورت خواهد گرفت، برای اینکه هم غربی ها میخواهند توافق صورت بگیرد، هم ایران میخواهد توافق صورت بگیرد.
در ایران جریانات تندرو نمیخواهند توافق صورت بگیرد. در واشنگتن هم جریانات تندرو به علاوه اسرائیلیا نمیخواهند توافق صورت بگیرد. و معتقدم بایدن قطعا میخواهد توافق صورت بگیرد و حالا مجموعه جمهوری اسلامی کفه میخواهد توافق صورت بگیرد خیلی سنگین تر از اونایی هستش که میخوان توافق صورت نگیره. آقای دکتر، شما مخصوصا یک کاری میکنید که نه طرفداران رژیم نه مخالفان رژیم با شما همراه نباشن، دوستتون نداشته باشن، این عمدی این کارو میکنین یا اینکه نه؟ نه به خدا اتفاق. مگه مرض دارم؟ مگه سادیسم دارم؟ خب آقای دکتر عزیز، عرض 4200 تومن هست شد، 9% هم مالیات بستن به برنج و روغن و این حرفا، یعنی یک فاجعه در راهه. مگر اینکه نمیدونم، مگر اینکه آخه هیچ جورم نمیشه فکر کرد، یعنی اگه شما فکر کنید دلار بشه مثلا 10,000 تومن غیر ممکنه، یعنی این یه طوفان به وجود میاد تو منطقه. من دقیقا به خاطر همین ملاحظات هستش که میگویم کفه این که در وین به توافق برسیم خیلی سنگین تر از کفه رادیکال و انقلابی هستش که میگه که اینا جرئت نمی کنن بیان به سمت ما. چون هستن در جمهوری اسلامی ایران کسانی که معتقدن نه آمریکا جرئت میکنه بیاد به طرف ما، نه اسرائیل جرئت میکنه بیاد به طرف ما، این دوتا که جرئت نمیکنن بیان به طرف ما، یا تکلیف ما باقی هم که روشنه. هستن آقای همایون، هستن کسانی در جمهوری اسلامی ایران که معتقدن نترسین از آمریکا، نترسیم از اسرائیل. اینا بلوف میزنن. اینا اگر میتونستن کاری بکنن میکردن. اینا بلوف میزنن و از بلوفشون نترسین. بنابراین غنی‌سازی رو با تمام وجود ادامه بدیم. به قول قوه الهی رسیدیم به 60%، یه یا علی دیگه بگیم و برسونیمش به 80%، اون وقت امتیازات خیلی بیشتری میگیریم. هستن کسانی که در جمهوری اسلامی ایران چنین تفکری دارن، همچنان که در آمریکا هستن جمهوری خواهایی که معتقدن که آقا جون چاره نیست، باید نهایتاً با ایران برخورد کرد. تا الان هم که نکردیم. آقای دکتر، خانم دکتر فرمایید، سوال خوبی مطرح میکنه. میگه چرا به نظر شما چین و روسیه علاقه من باشن که ایران با آمریکا مجدداً رابطه برقرار کنه و این حالا ارزم به حضورتون این منافعشون در اینجا به خطر بیفته؟ آقای همایون، من هیچ دلیلی نمیبینم که چرا مسکو و پکن باید خوشحال باشن از اینکه توافق وین صورت بگیره. واقعا من هیچ دلیلی نمیبینم، برای اینکه رزقشون، روزیشون، نونشون تو این هستش که توافق صورت نگیره. اگر توافق بین ما و غرب صورت نگیره، حالا برخورد نظامی به کنار، تحریم ها ادامه پیدا خواهد کرد، تحریم ها مثلا سنگین تر و جدی تر خواهد شد، وقت باعث میشه که الان گویا بخش عمده ای از نفتی که ما داریم میفروشیم، حالا قاچاقی میفروشیم، به چه صورت میفروشیم، میبریم وسط دریا، یه کشتی دیگه میاد میبره مثلا به یه بندری در چین و تش خیلی چیزی واسه جمهوری اسلامی نمیمونه. خب ببینید، اگر قرار بشه که ما بتونیم نفت بفروشیم در بازار آزاد، دیگه دلیلی نداره که ما بیایم نفت خودمون رو به آتیش بزنیم و بدیم به چینیا. خدا میدونه چقدر ما تخفیف میدیم که چینیا نفت میخرن، حالا پولش هم معلوم نیست مثلا چجوری میدن، یه آشغالایی رو جمع میکنن مثل همین سموم، قرار قورباغه بهمون بدن، قرار به جای پول نفت قورباغه بدن دیگه. حالا به هر حال اینه که اگر روابط ما با غرب طبیعی باشه، نرمال باشه، با آمریکا نرمال باشه، دیگه چه دلیلی داره که ما بیایم اینقدر وابسته به چین باشیم، اینقدر وابسته به روسیه باشیم؟ بنابراین من هیچ دلیل منطقی نمیبینم که چرا باید استقبال بکنن روسا و چینیا. تنها دلیلی که من میبینم
که روسان نگرانن که مبادا کار به برخورد بکشه در رابطه با اسرائیله، چون به هر حال اگه کار به برخورد بکشه خب حالا یه مقداری ماما روسا رفیق هستن، یه مقدار خیلی بیشتری با اسرائیل رفیق هستن. تنها دلیل از نظر من این میتونه باشه که بین دو متحدشون اسرائیل و ایران اگه درگیری بشه روسا در وضعیت ناجوری قرار میگیرن، نمیتونن به اسرائیلیا پشت بکنن، نمیتونن یه جورایی به ما پشت بکنن. در غیر این صورت هیچ دلیلی دیگری وجود نداره که چرا روس‌ها نباید باید استقبال بکنن از اینکه کار به برخورد و به سبب بن‌بست نکشه مذاکرات وین. چینیام همینطور. عرضم به حضورتون که این دوستان ما در کلاب‌هاست که گله میکنن که من چرا به اتاق‌هاشون نرفتم، من الان تو اتاق هیچ کس نیستم، من دارم برنامه زنده اجرا میکنم. دوستان اصلا تمایل کردن نظرات آقای دکتر زیبا کلام در کلاب‌هاست پخش بشه، ما داریم نظرات آقای زیبا کلام رو پخش میکنیم در کلاب‌هاست، وگرنه بنده در هیچ اتاقی نیستم، در تلویزیون توی استودیو تلویزیون نشستم. آقای دکتر زیبا کلام، حسین راقفر اقتصاددان میگوید که یارانه‌های نقدی 10 برابر هم شود هیچ دردی از مردم دوا نمی‌کند. طرح جدید اقتصادی دولت بحرانی بر بحران‌های زندگی مردم اضافه خواهد کرد. باطلاق بزرگی شکل گرفته که اقتصاد و جامعه دارن در آن فرو می‌روند. یعنی فرو باشه دیگه آقا، یعنی چی پس؟ ببینید حالا اینکه فروپاشی یا نه قابل بحثه، ولی جناب راقفر کاملا درست میگن. آقای همایون بدبختی بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران این هستش که یه مقدار زیادی، حالا اون دشمنی با آمریکا و غرب و استکبار ستیزی و اسرائیل بعد نابود بشه و انقلاب خودمون رو به همه جهان صادر میکنیم و اینا به کنار، یکی دیگه از مصیبت‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران پوپولیزمه. این که مسابقه هست بین مسئولین جمهوری اسلامی که من بیشتر به فکر مردمم، او خیلی به فکر مردم نیست. این تصمیمی که ما داریم میگیریم این به فکر مردم هستیم. یکی از بدترین، زیانبارترین، مصیبت بارترین تصمیماتی که گرفته شد پرداخت یارانه 45500 تومان بود که در اوج پوپولیزم احمدی نژاد، یعنی همه کارهایی که احمدی نژاد کرد، همه سیاستهای غلط احمدی نژاد یه طرف، این مسئله یارانه های طرف، اصلا اسمش بود آقای همایون، اسمش بود سال 78 79 اون موقع ها بود، اگر نه ببخشید 88 89 بود، بعد از اعتراضات 88 بودش که چیز شد. ببینید اسمش بود سال 89 شروع شد پرداخت 45500 تومان، اسمش بود هدفمند سازی یارانه ها. میدونید یعنی چی هدفمند سازی؟ یعنی اینکه این بنزینی که داریم مثلا لیتری 1000 تومان میفروشیم، این بنزین لیتری 2000 تومان 3000 تومان تموم میشه واسه خود دولت. اینی که ما داریم میفروشیم 1000 تومان 2000 تومان دولت نمیگیره. آبی که میاد در خونه لوله کشی، در خونه آقای صادق زیبا کلام، این لیتری مثلا 10 تومن 20 تومن تموم میشه واسه سازمان آب، لیتری 2 تومن میگیره 3 تومن میگیره. برنج همینطور، روغن همینطور، این اون. منتها ببینید مشکلی که وجود داره این هستش که این سیستم کوره. یعنی چی؟ یعنی یه نفر که 2 تا 3 تا ماشین داره، ما 3 نفریم، من هستم، خانومم و خانم میرزا، ما 3 نفر 2 تا اتومبیل داریم.
خب من الان بیشتر دارم از یارانه بنزین استفاده میکنم یا یه خانواده 4-5 نفری که یه پراید قزمی که مثلا شکسته پیکسته دارن، یا اون یکی که اصلا نداره اتومبیل. ما که داریم بیشتر از یارانه، از اسمش هدفمند سازی بود، هدفمند سازی یارانه ها بود، یعنی اونایی که توانمندی مالی دارن پول آب ازشون گرفته بشه، پول گاز ازشون گرفته بشه، پول بنزین ازشون گرفته بشه، پول برق ازشون گرفته بشه، پول گندم ازشون گرفته بشه. به کی داده بشه؟ به اون افرادی داده بشه که واقعا کم درآمدن. الان بدبختانه همون سیاست غلط گتره‌ای پرداخت کردن یارانه، همون هم وجود داره. الان یه چیزی حدود نزدیک 80 میلیون 70 و خورده میلیون آقای همایون دارن این 45500 تومان رو میگیرن. خیلی هاشون هستن، تعدادشون هستن، درصدشون هستن. میگیرین آقای دکتر؟ آقای دکتر شما میگیرین؟ اجازه بدید. شما میگیرین؟ اصلا نیازی به این 45500 ندارن. خیلی ها هستن که اگه میگیرین یا نمیگیرین؟ میگیرین یا نمیگیرین؟ بدبخت میشن، میمیرن از گرسنگی. نه میدونم، شما میگیرین یا نمیگیرین؟ هدف این بود که به اونایی که نیاز ندارن 45500 داده نشه، به اونایی که فقیر هستن 2-3 تا 45500 داده بشه. آقا چی شد؟ این آقای دکتر این لحظه اجازه بدید. آقا این خیلی کار ساده ایه، یعنی کافیست بانک مرکزی اسامی صاحبان سپرده های بالای مثلا 500,000 تومان، 500,000 یا 5 میلیون تومان رو حد دقل. حالا در بانک ها بده به وزارت اقتصاد و اینا از لیست گرفتن یارانه حذف بشن و اون مجموعه رو تبدیل بکنن، تقسیم بکنن به بقیه. آقای دکتر اینا ببین فقط به عقل من و شما نمیرسه. من یه اعتقادی دارم، یه سیستمی، یعنی شما ببینید وقتی که یه دولت بیگانه میاد تو مملکت ما، یه دانشمندی رو ترور میکنه، اسنادی رو میدوزه، به نظر شما آیا این همین جریان نمیتونه در سطح مدیریت عالی ما نفوذ کرده باشه و کاری بکنه که مردم رو به حد سرمنزله انفجار برسونه؟ آیا این عمدی نیست؟ نه نه، این چیزی که شما، این تئوری توطئه شما رو قبول ندارم. که شما رفتی قاطی خدمتتون حکومتی. عرض کردم ببینید نظام جمهوری اسلامی ایران نگاهش یک نگاه پوپولیستیه، میخواد الان مردم رضایت داشته باشن گور بابای ایران 5 سال دیگه. آقا اصلا اینطوری نیست، اصلا حکومت به فکر رضایت مردم نیست. آقای همایون خیلی از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران فاجعه است، غلطه، ولی به خاطر اینکه صدای مردم در نیاد میان اینا رو همینجوری سیاست غلط رو ادامه میدن به انجامش. و الا آقای احمدی نژاد میدونست، بعد از احمدی نژاد آقای روحانی میدونست، امروز آقای رئیسی میدونن که آقا جون خیلی ها هستن که به نون شب محتاجن و روی این 45500 حساب میکنن. مال اینا باید 2 برابر بشه، 3 برابر بشه و به خیلی ها 45500 نباید داده بشه. و به قول شما این منتها چرا نمیکنن؟ چون میگن واسه چی این کارو بکنیم سر صدا در میاد. حالا یه عده ناراحت میشن، یه عده چیز میشن، یه عده دلخور میشن. ولش کن بذار دولت بعدی بکنه. میدونی بدبختی بزرگ اینه که به خاطر پوپولیزم، به خاطر جلب رضایت مردم، به خاطر این سیاست های احمقانه فعلی که سر صدا در نیاد کارهای آقای دکتر زیبا کنم. من برخلاف شما فکر میکنم اصلا اینطوری نیست، یعنی اصلا حکومت به رضایت مردم کوچکترین اهمیتی نمیده. اگر میداد که مردم اینقدر ناراضی نمیشدن. مردم این همه ناراضی هم، لباسان راضی هم. مردم این همه ناراضی هم به خاطر، نه ببینید، یه سری دلایل سیاسی برای نارضایتیه، اونا رو حکومت میگه به جهنم ناراضی باشین. ولی سر چیزای اینجوری، حالا احمدی نژاد میداده 45500 و من الان اگه بیام این 45500، ببینید آقای همایون حکومت میدونه
حکومت میدونه که بنزین لیتری 3000 تومان که داره میفروشه داره خیانت میکنه به نسلهای آینده، داره خیانت میکنه به ایران آینده، داره خیانت میکنه به بچه‌ای که الان یه سالش 6 ماهشه. منتها میگه واسه چی من حالا بیایم سری که درد میکنه بیایم درد و سر ببندیم. یه بار من به شما گفتم بزرگترین اشکال و ایراد نظام جمهوری اسلامی این استش که مصالح و منافع 10 سال دیگه این مملکت رو 2000 براش ارزش قائل نیست، اصلا براش مهم نیست. الان فعلا اموراتمون بگذره. آقای دکتر زیبکر شما اصلاح طلبین؟ بله من اصلاح طلبم. خب الان این کلاب کارگر نان آزادی که لبخند به لب شما آورد، این عنوان داره دعوت میکنه، میگه از شما به عنوان اصلاح طلب، از من به عنوان برانداز و یه اصولگرام دعوت کنه 3 نفری یک مناظره داشته باشیم. قبول میکنید شما؟ عرض کردم من در خدمتتون هستم دیگه، حالا باید زمانش ایناشو باهاشون چک بکنید. بسیار عالی. آقای دکتر زیباکلام شما ممکنه که یک آینده‌ای برای ما تصویر بکنید؟ چجوری میبینید آینده ایران رو که برخلاف اینکه دخترتون میخواد از ایران مهاجرت بکنه، شما کماکان میخواید در ایران بمانید؟ این یه خودخواهیه یا یه واقعگراییه؟ من معتقدم هر کس هر کجا که ببینید آقای همایون، من فکر کردم شما ممکنه شما راجع به همین فیلیپ که خیلی سر صدا کرده که من با این تلویزیون نمیدونم جوان هستش صحبت کردم، اینا گفتم بله من مشروب خوردم دوست دخترم داشتم، این الان خیلی چیز شده به سبب همینجوری داره. آقا دوست دختر من باور نمی کنم، بلکه من تیپ اون موقعاتون هم دیدم، اون جوانیاتون تیپتون دیدم، واقعا دوست دختر داشتین؟ آره داشتم. ببینید آقای همایون، من نه افتخار میکنم نه مباهات میکنم که داشتم، نه سرمو میگیرم پایین میگم وای خاک بر سرم کنم شرمسارم. من فکر کنم دروغ گفتن، تظاهر کردن، جانماز پند کردن، کاملا با شما موافقم، کلا گذاشتن، من فکر کنم اینا هستش که شرم آوره. و الا من الان 73 سالمه، 50 سال پیش، 60 سال پیش، 1000 سال پیش، حالا مثلا من خاطرخواه دختر همسایه‌مون بودم، حالا من بیام بگم که نه من نماز شب میخوندم. آقای دکتر تو رو خدا یه دقیقه اجازه بدید. آقای دکتر تو رو خدا، آقای دکتر شما بعد از این مصاحبتون حاج خانوم بهتون چیزی ایرادی نگرفت؟ حرف نزد؟ راست شو بگین تو رو خدا. خب این مصاحبه ها و این چیزها رو خیلی ایشون دوست نداره. ببینید ایشون فوق العاده متدینه، ایشون فوق العاده متدینه و چیزه به اصطلاح من تنها همون لکنت زبان کافیه و فهمیدیم وقع صلاح هاسا مل. همون لکنت زبان کافی. خب سپاسگزارم. آقای دوتو عرض کنم این آقای قاسم شوره سعدی، جناب شایان عزیز، مشروطه خواهی نازنین، جناب آقای جواد خادم، جناب آقای گرامیان، جناب آقای قائدزاده، جناب آقای بله همه دوستان، جناب آقای چاوشی، همه دوستان جمعن، جناب آقای وظیفه شناس، فرهنگ، رعوف، شکوفه، ممنونم ازشون در کلاب کارگر نان آزادی. شما صحبتی میخواید خداحافظی کنید با شما چون ما برمیگردیم؟ من این خانوم ها و آقایون که شما گفتید متاسفانه نمیشناسمشون. خدمت جناب آقای دکتر شعله سعدی، اگر همون جناب شعله سعدی باشن که بله همون شعله آقای دکتر فوزنده هم تشریف آوردن. آقای دکتر بنده فوق العاده ارادت دارم خدمت شما، عرض سلام و ادب دارم. ایشون همکار بنده بودند و هستند و انشالله باشند در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دیگه همین دیگه. سپاسگزارم از آقای دکتر صادق زیباکلام عزیز. بینندگان عزیز در بهمن ما کتاب شاه چرا کشتار نکرد آقای دکتر زیباکلام منتشر میشه و
و دوستان دیگه که من نام نبردم، خانم مهسا میگه چرا اسم من نبردی؟ بله خانم مهسا اینجا تشریف دارن و سایر دوستان. ممنونم آقای دکتر زیبا کلام عزیز براتون. ماکان چطور آقای دکتر؟ دستبوس قربان، دستبوس. اتفاقا امروز من رفته بودم مه دنبالش، مادرش چون کار داشت شرکت نمیتونست بره، من رفتم و حضور شما جوادش که اولین سوالی هم که من میرم دنبالش ازم میکنه میگه با ماشین اومدی؟ چون میدونه من ماشین میگه با ماشین اومدی. بعد چیکار میکنی؟ بعد پیاده میارش میرش؟ نه بالاخره مجبورم از این ورور یه جای ماشین پیدا کنم ببرم، چون خیلی هم سوز میاد. شما رانندگی میکنی مگه؟ سرما نباشه با شما مگه رانندگی میکنی؟ من رانندگی میکنم، تصدیق دارم، منتها خب از اتومبیل استفاده نمیکنم دیگه. پس چجوری رانندگی میکنی؟ مترو میرونیم؟ پس چجوری میگین آقا رانندگی نمیکنم، تصدیق دارم اما نمیفهمم من چجوری میشاقیم؟ تصدیق دارم، تصدیق دارم. نه از اتومبیل شخصی استفاده نمیکنم، خیلی کم استفاده میکنم. اسنپ میگیرین مثلا؟ اسنپ میگیرم، با کرایه میام، رفتنی پیاده میرم، رفتنی جاگینگ میکنم، میخوام برم دانشگاه، رفتنی که جاگینگ میکنم پیاده میرم، برگشتنه با کرایه میام دیگه. بسیار ممنونم آقای دکتر صادق زیبا کلام عزیز. دانشگاه کلاساش رو افتاده نه؟ کلاسای حضوری؟ خیر خیر، همچنان مجازی هستش. ممنونم، ممنونم آقای دکتر، تو هفته آینده با شما بدرود میگم. خب بینندگان عزیز، آقای حسام فرزین صادقیه، اردلان همایونی، الهی صمیمی، روحام نیلی، دکتر فریمای عزیز، ازتون خیلی متشکرم. استیکر خریدین، خیلی خیلی ازتون ممنون هستم. بخش بعدی برنامه ما با آقای مناش امیر خواهد بود و امیدوارم اون بخشم در لینک جدید با ما دنبال بکنید. برنامه تلویزیون برنامه آخرین لحظه و شبانه تا 22 ژانویه در کانال یک پخش خواهد شد. اینو خواهش میکنم همه جا اعلام کنید، به دوستانتون بگین. خوشبختانه امروز تعداد زیادی آمدن و تعداد دیگری هم بهمون اضافه بشن. یه چیز بهتون بگم، کانال یک منتظر دریافت ایدی های شما. روزهای سختی رو پشت جلوی رو داریم، مراقب باشید. میرم و برمیگردیم.